بزرگ بر دل اجمل عقیقی. سلام دوستان عزیز، به یکی از ویدیوهای دیگر ما خوش آمدین. اگر تازه به چینل ما پیوستین، چینل ما را سابسکرایب نموده ویدیوهای ما را لایک و شیر نمایید. در این ویدیو در مورد دو اتفاق بسیار غم‌انگیز که برای اجمل عقیقی افتاده خواهیم گفت. اجمل عقیقی مدل و یوتیوبر افغان است که سالهای زیاد می شود مدلینگ می کند و در چینل یوتیوب خود فعالیت دارد. اجمل عقیقی بعد از رها شدن از زندان طالبان به پاکستان رفت و حالا بعد از خداحافظی از چینل یوتیوبش به کشور آلند سفر کرد. اجمل عقیقی در طول یک هفته گذشته دو عزیزش را از دست داد. وی به تاریخ اول اپریل دوست صمیمیش به اسم فیصل فضلی که گوینده موفق افغان بود از دست داد و چنین پیام غم‌انگیزش نوشته است. غم دیگری در دیار مهاجرت. فیصل از بین ما و فرهاد سی رفیقا برای همیشه رفت و تنهای ما گذاشت. درست از ایام طفولیت، نوجوانی و آغازین من فرهاد و فیصل دوست بودیم و همزمان در جاهای مختلف مصروف فعالیت‌های رسانه‌ای خود بودیم. فرهاد و فیصل در تلویزیون سبا و من در تلویزیون آریانا و خوشید مصروف مدلنگ بودم. آشنایی ما و فیصل از تلویزیون جهانی سبا بود. دوست داشت در برنامه به نام چنگ چغانه از لباس‌های افغانی من استفاده بکند و تاکیدش روی مدیریت تلویزیون این بود که برای اجمل کرایه لباس‌هایش را افتوار بدهیم. یعنی در رشد معرفی من برای جامعه تلاش های زیادی داشت و بعد از اینکه از زندان آزاد شدن، مرا به تلویزیون آینه که در برنامه صبحگاهیش گرداننده بود دعوت کرد. گفتم لالا فیصل، شرایط برایم خوب نیست، بیا شخصی میشینیم، باز کدام وقت دیگه خواهد مهمان شوم. ششتن شخصی هم نشد و برنامه و حتی دیدار دوستانه را برای ما این شرایط لعنتی نداد. و در غم و غصه عالم مهاجرت دیروز خبر شدم، اما باور نکردم که فیصل قبل از افطار به جیم رفته و نمیدانم وزن بالایی را رفته، بالای قلبش فشار آماده و سکته قلبی نمود. تا حال باورم نمیشد تا فرهاد زنگ گفتم او بیا در حقیقت است. تا فرهاد گفت بله، صبح امروز رفتیم به خانه شان و جنازه نامراد فیصل را به تپه نادرخان زیر خاک کردیم. یادتان است روزی خبر مرگ من نشر می شد که به دعاهای شما و فضل الله جان به سلامت بردیم. زندگی است، روزی با نشر عکس های مرگ من را تسلیت بدهید. دنیا است، مرگ حق است و روزی فرا می رسد. بیایید قدر هم دیگر را بدانیم. برای فیصل رفیق ما بهشت برین و برای بازماندگانش صبر جمیل خواهانیم. خاطرات زیادی من فرهاد و فیصل داریم. واقعا سخت و دردآور است. فیصل بیادرم ببخش که هیچ کرده نتوانستم برایت. حتی دور در روز مرگت پایه تابوتت را گرفتن نتوانستم. آه که قلبم واقعا خون میگیرید و نمیدانم چی نوشته کردم. من و فرهاد دور از هم و فیصل رفت زیر خاک. و دو روز قبل اجمل عقیقی خاله خود را از دست داد که بعد از فوت خالهش چنین پیام در صفحه اینستاگرامش نوشته است. خالم جایگاه مادرم را برایم داشت، به ابدیت پیوست. غم دیگری در میان این همه غم ها مرا فرا گرفت. خاله نازنینم استاد نوریه رقیبی، استاد پهندون ادبیات که بیشتر از چندین دهه عمر خود را در راه علم و دانش تربیه اولاد سرزمین افغانستان سپری کرده بود، امروز در عالم مهاجرت خبر مرگش برایم رسید و مرا اندوهگین ساخت. میدانید قلبم آتش گرفته، چیز نوشته کردن نمیتوانم. اینکه خاله ام مرا بزرگ کرده بود، دائما حتی در یک زلزله احوالم را میگرفت، از نان آب خوردن و راحتیم در مهاجرت میپرسید. بیشترین دویدنها را در زمانی که زندان بودم داشت تا آزاد شوم. برایم در زندان پیامهای خوش میفرستاد، احوالم را میگرفت. در عروسیهای فامیلی ما دستم را میگرفت و نقش عروسم را بازی میکرد. با آزار و ناز و نوازش آلا رفت زیر خاک. خاله بزرگم که حیثیت مادر بی و دوستم را برایم داشت، در این ماه پر برکت نزول قرآن بر اثر سکته قلبی مهمان خدا شد. برای تمام فامیل های نازنین تسلیت عرض می دارم، از خداوند برای همه ما صبر جمیل می خواهم. خاله نازنینم صدایم را بشنو، اس و عشقت که برایت داشتم، نصیحت های قشنگت همیشه در وجودم باقی خواهد ماند. اجمل عقیقی مهاجرت. دوستان عزیز، در ادامه عکس های از اجمل عقیقی را با هم یک جا تماشا میکنیم. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. تا ویدیوی بعدی، الله نگهدار.